همراه بشیم با همکارم رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا رضا جمهوری اسلامی در شبی که قراره به امریکایی ها حمله کنه و به گفته خودش انتقام سخت بگیره برنامه نظامیشو جوری اداره میکنه که مردم خودشو میکشه آیا مشکل با توضیح و تشریح و معرفی مقصر و استعفا حل میشه استعفایی که البته هنوز کرده نشده حداقل میشه گفتش که بعد از این, این سه روزی که گذشته چنین چیزی امکان نداره ما شاهد بودیم که علا رقم این که این افراد اطلاع داشتند که اون سیستم پدافندشون اشتباه کرده و دهها ایرانی کشته شده و کاملا مقامات عالی سپاه نیروهای مسلح حداقل در جریان بودند هیچ اقدامی نه تنها برای توضیح به مردم نکردند که حتی اون مقامات میانی دولت که اومده بودند میاندار شده بودند و به مردم توضیح میدادند اونها رو هم مثلا یه جوری تدبیری نیندیشیده بودند که حتی اظهار نظرهای کلی کرده بودند یعنی میومدن با سراحت یه جوری هم میشه تبیر کرد با وقاحت و با یاف استنادات علمی این سقوط رو بر سر شلی که موشک رو زیر سوال می بودن از سوی دیگه اومده بودن با اینکه که می یه بخشی از جامعه ازادار هست و این خطای بزرگ رو مرتکب شده بودن جشن گرفته بودن در سراسر سر ایران بنابراین ما یک دروغ سیستماتیک رو داشتیم یه جشن ملی رو داشتیم که داشت از طرف حکومت از طرف مقام های بالای حکومت هدایت می شود. در این شرایط بعد از اینکه تحت تاثیر یک فشار شدید رسانه‌ای خارجی بادار شدن که بیان این توضیح رو بدن بقیه اقداماتشون محلی از اعراب نداره رضا چرا حکومت سکوت کرد پنهانکاری کرد و دروغ گفت این دروغ چه طبعاتی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی اگر که بخوایم در مورد خود حکومت صحبت کنیم یک تعبیری آقای ظریف در مورد تحریما داره میگه که آمریکا به یک این تحریما مثل یک بیماری عادت کرده و همیشه داره از این ابزار استفاده میکنه من فکر میکنم جمهوری اسلامی به دروغ عادت کرده و از نظر ساختاری خیلی در درون خودش تبعاتی نخواهد داشت ولی از نظر اجتماعی این موضوع یک موضوعی نبود که سیاسی باشه ارتباط داشته باشه به یک دولت خارجی یا یک موضوعی باشه که فرض کنید به اپوزیسیون ربط داشته باشه این یکی از اجتماعی ترین موضوعات بود یکی از ترین حوادث بود که بسیاری از مردم ایران بدنه جامعه درگیرش بودن و شاید مثلا یه ذره امید داشته داشتن که در این زمین حکومتشون بهشون دروغ نشه و یک ذره اعتماد داشتن این مرزه رو الان ما میبینیم که کاملا شکسته شد و بریده شد و اون ذره ای که اعتمادی که بخشی از اخشار جامعه داشتن و از دست رفت جالبه که مثلا میان میگن این اعتراف ما یا این پذیرش مسئولیتی که آقای حاجی زاده انجام داده این به یک سر سرمایه برای جمهوری اسلامی جمع کرده در حالی که قافلن که سرمایه خیلی بزرگتری رو در ابعاد ملی از دست دادن و این به عنوان یک سند در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه ثبت خواهد شد و شاید نشه رسیدگی بکنه به اون کس مقصرانی شاید چند تا آدم معمولی رو معرفی بکنن به مقصران ولی این یک سند یک سند ننگ در کارنامه جمهوری اسلامی باقی خواهد موند و همیشه به اون استناد خواهد شد